ده ها هزار تن از قوای نظامی و شبه نظامی پاکستان برای آوردن ثبات به منطقه صوبه سرحد که به شکل فدرالی کنترل میگردد کوشش میکنند. ماموریت های مقابله با دهشت افغانی پایگاه های تندروان را در 6 منطقه از 7 منطقه این محل تحت هدف قرار میدهد و ادعا میشود که تندروان از بیشتر این مناطق کوهستانی بیرون رانده شدند. مقامات یک گروه از خبرنگاران را به نزدیک سرحد با افغانستان در اواخر این ماه برای به نمایش گذاشتن دستاوردهای اردو برد. جنرال نادر زیب، قمندان ارشد قوای شبه نظامی پاکستان، میگوید که تا 3 سال قبل بیشتر ولسوالی های قبایلی تحت کنترل طالبان و القاعده قرار داشت. اکنون در سال 2011 یک بخش کوچکی در منطقه مومند باقی مانده است که امید به خدا ما آن را نیز به زودی تصفیه خواهیم کرد و دره تیرا در منطقه خیبر و بخشی از مناطق مامونزی و اورگزی و مرکز کرم یک کمربند باریک این محلات باقی مانده است و باقی مانده پاکسازی شده است. مقامات میگویند که تجرید کنترل حکومت باعث شد تا ده ها هزار خانواده که به دلیل افزایش تندروان در منطقه و ماموریت های مقابله با آن بیجا شده بودند به مناطقشان بازگردند. این رهبر قبیلوی در منطقه مومن میگوید که بنیادگرایان مرتبط به طالبان تمام جمعیت را به نوع اختطاف نموده بودند و مردان جوان را مجبور به پیوستن به خود میکردند، ولی زندگی به گفته وی اکنون در این منطقه به حال حالت عادی بازگشته است. صدها طفل در این منطقه نزدیک سرحد با افغانستان به مکتب می روند. با وجود ائتلاف در جنگ علیه دهشت افغانی، قوای به رهبری امریکا و ناتو اردوی پاکستان را به عدم جلوگیری از انجام تهاجمات ماورای سرحد به افغانستان متهم می کند. مقامات پاکستانی می گویند که آنها کم و بیش به این نگرانی ها رسیدگی کردند و بر این باورند که قوای ناتو پوستهای خود را در کنر و نورستان در افغانستان ترک گفتند و در این مناطق تندروان متواری پاکستانی و افغان قادر به تجدید گروه هایشان گردیدند. مشکل عمده ما این است. ما ماموریت های زیاد انجام می دهیم ولی هر بار ما می بینیم که کار می شود که از ولایت کنر سرچشمه گرفته است و این محلی است که آنان متمرکز بوده و از آن باز می گردند. مقامات مقابله با دهشت افغانی در واشنگتن اخیراً مؤثریت کمپاین مقابله با تندروان را از جانب اردوی پاکستان تحت سوال قرار دادند، به خصوص قابلیت کنترل مناطق به دست آمده را، و هر منتقد در پاکستان در مورد ادعای پیشرفت در جنگ در مناطق قبایلی نیز مشکوک است. و من بگویید کدام منطقه آرام ساخته شده؟ مومند هنوز در آتش است، وزیرستان جنوبی در تنش است، باجوار و اورگزی در آتش است. ولی قمندانان اردوی پاکستان این انتقادات را رد می کنند. ما با دقت به پیش می رویم و می خواهیم مطمئن باشیم. با آن وقت وقتی شما یک ماموریت تحت کنترل موفق نظامی داشتیم، مردم آن را حمایت خواهند کرد. به همان دلیل شما نوع کندی و احتیاط را در ماموریت شاهد هستید. وزیرستان شمالی محل شبکه حقانی که مرتبط به القاعده است می باشد که عقیده بر آن است که این گروه تهاجمات مهلک را علیه قوای ناتو و ایالات متحده از ماورای سرحد انجام می دهد. شایعات مبنی بر موجودیت روابط میان ISI یا دفتر استخبارات پاکستان با شبکه حقانی است و به همین دلیل این شبکه باعث مشکلات برای اردوی پاکستان نمی گردد. ولی اردو این را رد می کند. این واقعیت ندارد و کاملا یک اتهام غلط است. اردو اشاره می کند که بیش از 30,000 عسکر در وزیرستان شمالی دارد که ادعا می شود منطقه از کنترل حکومت قبلا بیرون آمده بود و زمان مرکز دهشت افغانی به شمار می رفت. آنان تندروان را در منطقه دارند. ما مراکز در این بخش از سرحدات ما دارند، ولی مشکل عمده در افغانستان است. ادعای اخیر پاکستان در مقابل علیه شبکه های دهشت افغانی چند هفته بعد از تهاجم هلیکوپترهای ایالات متحده در شهر ابتاباد و کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده صورت می گیرد. در حالی که رهبران مدنی و اردوی آن کشور داشتن معلومات در مورد محل مخفی بودن بن لادن را رد می کنند، شک و تردید در مورد افراد کلیدی در امور امنیتی پاکستان و روابط آنان با فعالین القاعده همچنان باقی است.
جنرال مایک مولن، لیدر 13 ایالات متحده، این نظریات را در طول سفرش به اسلام آباد در ماه گذشته مشخص ساخت. من در مورد مشکلات پیش رو شک ندارم و نه اینجا را با معلومات غلط در مورد اعتمادی که باید در میان دوردو ایجاد گردد ترک میگویم. در حالی که ایالات متحده برای آغاز پروسه خروج عساکر محاربوی از افغانستان آمادگی می‌گیرد، قماندانان اردوی ایالات متحده معتقدند که کوشش‌های مقابله با دهشت‌افکنی پاکستان در مناطق سرحدی برای یک انتقال آرام این امور از ناتو به قوای افغان حیاتی است، ولی برای حال موضوع هدف قرار دادن تندروان در وزیرستان شمالی موضوع عمده تنش میان واشنگتن و اسلام آباد است. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.